تشنگی مرد؟ آخه عوضی نهار آوردنتونه؟ آخه ناسلامتی شما داریم از زیارت برمیگردین اون وقت نشستین داری قمار میکنین. خیلی خوب بابا، ما که سر چیزی نمیزنیم ننه، هیداد میزنی؟ مگه ما آدم نیستیم ننه؟ ما را آوردی زیارت گشنه باشیم؟ اگه داشته باشید چشم. یکی زلیل مرده با سرک کشیدی؟ میگم اوجا کارش تموم شده باشه اون وقت چی کار کنم؟ ببخشه خدا ببخشه زد و بود. همون دختر است و ساره. کدوم دختره؟ همون که تو مسافر خونه بود. آره برنده دماغیه، دماغیه برنده. شما اینجوری هستی؟ ما هم میخواستم هم دستمالو بهش بده، میخواستم پوش کنم. الان راحتت میکنم، ببینم شیره خواهد خواهد بفرما شیره. این که دیگه سور نیست ها؟ با اجازه ما آوردش. برو برو تو. میگم چه ساده؟ بیا. چیه؟ انگار تو خیلی گرفتاره شدی. نه بابا. بیا من میرم سورسات نهار را بدازم. تو هم به سورسات خودت بره. الان که قربونه برم. هر کاری نکردم که. دیدم تو پیر مردی دیدی کسی بهت نگاه کنه گفتم برو پدر تو. نه بخشی نو ببخشی. من دیگه تونم مسئولیت قبول کنم. رسیدیم تهرون، یه نامه به داداشت بنویس، عقد کنه برداره ببره. نامزدش؟ نامزدش کیه دیگه؟ کیه دیگه یعنی چی می‌پرسی؟ بیا. هی خواستگارای دخترمو رد کردی، گفتم بدمش به برادرزادم که وصله تنم باشه. اینم از برادرزادت. زن کی واسه زری خواستگار اومده که ما متوجه نشدیم؟ خوابه تو هم باه باه، خواستگارای من شب و روز پاشنه در خونه رو ور میدارن. بگه مثل تو یتیم و بیکس و کارم. خیلی خب بسه دیگه. اینجا چی میخوای آقا؟ اومدم بلیطاتونو کنترل کن. یعنی اومدم چمدونم رو ببرم. عوضی اومدی آقا جون، عوضی اومدی. این چمدون هم آده ما عوضی میگیره. این راست میگی معذرت. خیلی خوب، خیلی باز ببخشینا. چاکر شما هستم، مخلص شما هستم. ببخشینا همینطور سرشونو میمیزن پایین میان تو. فکر نمی کنم اینجا ناموس مردم نشسته. خجالت هم نمی کشم. تو درجه سه هم راحتی نداری. اما من هم چایی بگیرم. خیلی خوب برو، اما خیلی زود برگرد. چشم امو جون. سلام علیکم. سلام. شما واسه چی دنبال من افتیدین آقا؟ واسه دستمال خانم. بفرمایید. دست شما درد نه. خب دیگه فرمایشی نداریم؟ عرضی ندارم. پس خداحافظ. ببخشید عرض داشتم. ببخشید عرض داشتم. بنده یه عرضی داشتم. یعنی همچه عرضی هم نداشتم، اما عرضی داشتم. میگم که میبخشید که ما دستمال شما رو پیدا کردیم. شما ببخشید. جون شما تقصیر من نبود، دست خودتون افتاد. میدونم. خب دیگه دستمال میفته. ببخشید شما تهرونی هستید؟ بله. شما چطور؟ من ساکنه شیرازم. از خاصا برادر منم شیرازی. او تو میری؟ تو بمیری؟ پس واجب شد که برم دستموزشی. تو کارخونه پتروشیمی کار میکنش. روتونو بگیره لطفا. نگاه نکن آقا. فرمودی چی شیمی؟ پتروشیمی. ها پتروشیمی. خب اسمشون چیه؟ محمد علی بهشتی. گفتی تو پتروشیمی چی کار هست؟ نمیدونم، اما خودش نوشته پست مهم میده. مهم؟ من دیگه باید برم. پیداش کنم. ایشالله. ایشالله چند وقت دیگه با دعاشتون میاد ترون و شما رو میبریم شیراز. چونم نازتا برم.
خونه خودمون برم. برو تو. خسته شدم. اونا رو ورده بیار تو دختر، مواظب باش به در دیوار نزنی. چشمم اونجا. حواستو جمع کن. بیکار وای نسا، یه لبه پر اتاقا رو گردگیری کن. من میخوام یه چرت بزنم، خیلی هم خستم، نهارم نداریم. تکون بده اونو ایکلو. چشم. برادر عزیزم سلام. قبل از هر چیز باید بهت بگم که خیلی دوستت دارم. خیلی هم دلم برای تنگ شده. هیچ می چند وقت با هم حرف نزدی. اگه فراموش نکرده باشی، بعد از تصادف پدر مادرمون، وقتی که ما خیلی بچه بودیم، تو به من دلداری میدادی و میگفتی وقتی به عرصه رسیدی خودت ازم نگهداری میکنی. اما حالا میدونی چند وقت منو گذاشتی و رفتی؟ پس چرا خود منو به چشمه کلفت نگاه میکنم؟ نمیخوام ناراحتت کنم. داداش سربسته برات بگم، سلام نیست من بیشتر از این توی خونه بمونم. هر چه زودتر بیا و منو با خودت ببر شیراز. من غیر از این هیچی از تو نمیخوام. خواهرت آفاق. چایی بده من مجرد. ببینم خبر بدی واسه نوشته علی آقا. نه چطور مگه؟ آخه دیدم سه گرمه ها تو همه. نه نه نامه آبجیمه نوشته اگه پول مولا لازم درستم بفرسته. باز چاخان کردی؟ نه نه نجونمش دی. ها چرا رو در باید چی داری برای در خود بنویس باست بشه بچه تونم سمیه کن کسی نبینه. برو به امان خود. سلام علیک سلام خان. ای والا علی آقا، یه هفته آزگار ما وارد شدیم، حالا میای دیدن ما؟ من مریض بودم جون شما. سوغات چی آوردی؟ سوغات واسه کسی میارن که معرفت داشته باشه بیاد خونه دیدن صحبا. شما که خبر نداری، کارم به عملم کشید سرزاد سال خواهم. عمل؟ آخه معرضت چی بود؟ آنفولانزا داشتم. بی غیرت، یه چیزی بگو بگون چه. آخه آنفولانزا عمل میخواه. هنگونگیه نمیخواه، این جدیدی عمل میخواه. جنسشم میگن خیلی بهتر از اولی ها. خیلی خوب، دیگه آسمون ریسمون نباف. جون احمد باور کردن که مریض. جون من؟ آره. سوغاتی رو رد کن بیاد ببینی. بیا خونه، یه کفن نمره یک واسه دو بردم که به دست خودم دور حرم توافش دادم. بیا خونه بهت بدم. بنا خداحافظ افلاطون. بله. بیچینم. درش کن بی اینجا. کجا سر خان؟ سفارش ما رو بکنین تا تاکسی ما رو سرویس کنن زودتر بریم نوکرتم به مرگه. پس بگو واسه چی اومدی اینجا افتاد کن. نه کجا بودی پسر؟ رفته بودم زیر بردی ماشین قراسه رو بچه سه دفتر من میرم پتروشیمی رو بر میگردم فهمیدی؟ کجا گفتی میری؟ بابا سفارش کن ماشینی علی آقارم زودتر بدن از اینجا بره. پتروشیمی چی کار داری داری میری اونجا؟ مگه فوزولی پسر؟ آخه من تو پرتشمی پارتی دارم. مارو بابا فقط ایون اشرفم تمامشون اونجا هستن جون تو. فقط منتظر یه اشاره کوچیک که منم. علی چاخان اینقدر چاخان نکن. مرگ تو منه چاخان. خیلی خوب برو بالا، برای که باید دم در وایسی، چون کارم مهمه، نمیخوام کسی ازش سر در بیاره. خیلی خوب من وامیستم دم در، اگه کارم داشتی کار درست داشت از بیرون صدا کن بیا تو. خیلی خوب بزن بریم. بیان که به تو باز گفت علی بلبل نه علی چاخان. موقعات این که خیلی خوب هم چرا دیگه هست میزنیم. فرمودین محمد علی بهشتی؟ بله. محمد علی بهشتی، محمد علی بهشتی، محمد علی بهشتی، محمد علی بهشتی. شغلش چی آقا؟ والا نمیدونم، فقط به من گفتن که اینجا یه شغل مهم میداره.
نه خیر آقا، متاسفانه اسم ایشون نه تو لیست رؤساس، نه مهندسین، نه کارمندا و نه کارگرای جز. با عجیبا ببخشید آقا که زحمت دادیم، با عزشون مروزیم. سلام. الو بفرمایید، خواهش میکنم. خسته نباشین. ها؟ اه؟ اوچان سلامت باشی، باعث اومدم. سلام علیکم. اینجا چی کار میکنی؟ اومدم ببرمه. بیبار این گیر باکس رو ببر. با سر ما رو دور دیدی رفتی دختر بازی؟ نه شما رفته بودم دست با. خب گفتی کجی میخوای من رو ببری؟ خواستگاری. چی؟ واسه این چی؟ عاطفه. چی؟ امرو واسه عاطفه خواستگار. مرگ من؟ جون تو. باعث ببینم آخه چه جوری؟ چرا؟ واسه چی؟ چرا زودتر به من نگفتی؟ آره تو باره رفت پوش، من خودم هم خبر نداشتم. آخه نوکر جام خدا. علی اینه بده به افلاطون به کارش برسه. رو انگارم دست باهم نرو. خب ببینم عاطفه چی میگه؟ حتما با دومش گردومش کرده نه؟ نه بابا طفلک اصلا خبر نداره. چطور؟ آخه قراری نداشتیم. امرو ناغافل محرم خان اومد کارخونه و خبر. محرم خان؟ آره. همون صاحب کاره؟ آره. خودش خواستگاره؟ آره آره. مگه زن نداشت؟ طلاقش داده. صحیح. انگاه خوشت نیمه؟ پسر اگه اون زن میگردار بود زنشو طلاق نمیداد. لابد یه عیب و ایرادی داشتن. خب اون زن اولیه چی؟ بابا زن اولشو که دیده بودی چقدر پیر بود، عوضش پولدار بود، پولاشو بالا کشید یکی بازم بیرونش کرد. مردم پشت سر کی که صفه نمیذارن. حالا بریم ببینیم چی میشه. بفرمایی محرم خانم. دست شما درد نکنه. برون شما. بفرمایی ترمه خانم. ایشالله بعد از عروسی داداشم عاطفه خانم نوبت من شما میشه. بفرمایی. خیلی ممنون. شما بفرمایی. قربون دستت، من نمیخورم. جیگر رو جلابه. قربونت میل ندارم. محرم خان اگه جسارت نباشه خواستم بپرسم که چطور شد شما با هیچ کدوم از زنهای قبلیتون نساختی؟ والا اولیش که جای مادرمون با صدر احمد به اون ما با یه دختر چشم و گوش بسته عروسی کردیم. عجب چشم و گوش بستی. اما چند سالی که گذشت اون بی حجاب شد، بعدش هم رفت تو جلد ما که واسه اون یه ماشین بخواد، میخواست رانندگی یاد بگیره. واه واه پناور خدا، دوره آخر زمونه. ناراضی هم بود. شما اگه جای من بودین چی کار میکردین؟ بله حق با شماست محرم خانم. حجت خان با اینکه من و داداشم مثل مارگزید و از ریسمون سیاه و سفید میترسیم، اما همین که چشمم به شما افتاد به داداشم گفتم این دفعه دیگه خوب فامیلی رو انتخاب کردی. آبچه خانم خوشکتر رو با هم نسوزونین. همه دخترها که مثل اون خانم مار خوش خط و خار نیستن. یکیش همین عاطفه. با خواهر اصلا قابل مقایسه نیستن. من قسم میخورم که تا به این سن و سال رسیده هنوز دستش به هیچ مردی نخورده. دختر من مگه مثل بعضی دختراست که سر راه مدرسه به هزار تا سوراخ سنبه سر میکشن؟ اصلا و ابدا. سرشو میندازه زیر، از خونه میره مدرسه، از مدرسه هم برمیگرده خونه. روزگاری دختر من مثل بعضی زنای فرنگی معاب از شوهرش ماشین شخصی بخواد یا هوس شوفری به سرش بزنید. بده من آبجی. به عقیده تو اگه بگیم 20,000 تومن مهرش کنن یه وقت جا نمیزنن خواهر. بیشتر بگو،
یا رو حکم زن بیوه رو داری. اما دختر تو دخترکه. توکل به خدا. میگم 30,000 تومن. باشه. اما به مرگ بگیر که بده راضی بشه. بگیر بریم. بفرمایید. خواهش میکنم. بفرمایید. ممنونم خانم، ممنونم. محرم خان، بی رو درواسی باید 50,000 تومن مهر دخترم بکنی. عیبی نداره خانم بزرگ، مهریه آبروی زنه. 100,000 تومن مهرش میکنم، هیچ اشکالی نداره. یک کلام 110 تا که نگین دست باچه بودن و زود قبول کردن. چونه نزنین خانم بزرگ، شما هم پسر دارین، ایشالله گذرتون به منزل ما میافته. خیلی خوب باشی، قبول میکنم. مبارکه. کمی بینمه اینجا با من حرف نزن. مرسی آقای راننده. سلام علیکم. سلام. بفرمایین آقا کرایتون. بدش من. بنش کن. باقی پولتو. باشه انامتو. مولدم این کرام. بزن بریم آقا مهندس. عزت شما زیاد حجت خواه. به سلامت. ببخشید هرچی بهتون زحمت دادید. یار دارین خواهش می‌کنم. خدا حافظ. سلامت جناب. دیگه داریم فامیل میشیم. منزل ما تشریف بیارین. چشم آبجی. سوار شو. اسم من ترمه است. چشم ترمه خانم. چشم. خدا حافظ. به سلامت. داشته باش، غلط میکنه تو رو طلاق بده. ما اول چهار میخش کردیم بعد گفتیم بله. داداش مگه تیکه تیکم کنین و جنازم رو تحویلش بدین؟ بله بله بگو نیستم. تو غلط میکنی رو حرف داداشت حرف بزن. شاید داداشا بگی بیا تو جا برود بیاد بی حیا. بعد وقت بیچاره چهار سوای دیگه که تو پولی حالیت میشه که من راه پیش باد گذاشتم یا چا پول که خوشبختی نمیاره. خفه شو واسه من لفظ قلم حرف نزن نکبه. بیا بریم سلام خودم هم کلنچار بیرم. من آقا چه خوابایی وسط دیده بودم، چه میدونستم که تو برپریده به گربه کوره گفتی زکی. بیا بریم آقا سلامات بفرسی. سلامات بفرسی. دست نکنه ننه آقا چم دختری تربیت کردی. بزرش نکنه چا مادرت راست میگه خاله جون. این همون داداشیه که وقتی افتاده بودی مریض خونه، اگه خونشو بهت نمیداد مرده بودی. همون داداشیه که از اونجا تا کارخونه پیاده میره و برمیگرده، اما قرفره تو رو درست میکنه. پس چرا باید بدون سلام و مشورت من به محرم قول بده؟ خب خب خاله گریه نکن، دیگه کار از کار گذشته. اگه یه دفعه دیگه بگینت به خداوندی خدا عاقبت میخوره. نه نکمه الهی که شیرم حرومت باشه. بازم بگویم نه تو سرت بکنم. حالا کجا داری میری؟ پورستو الهی که بری بر نکن. بازه بونی تو گاز بگیر خواهر. مادرت چطوره؟ مرسی. از من به سلام برسی. چشم خدافیز. خدا. بیا بیبریم تو.
بذار همینجا رو پله بشینم. ببینم اتفاقی افتاده. یه لیوان آب برام بیار. خیلی خوب همینجا بشه آرام. بیرو خود تمیزه خونه که نوشی جونه واسه من خواستگار اومده. چی؟ تو گفتی چی اومده؟ گفتم برام خواستگار اومده. مگه شهرته؟ هرته؟ من مگه خدایی نی؟ مگه پیغمبری نی؟ مگه روز قیامت نی؟ من نمیخوامم آقا تو چرا این مردم حق تقدم رو رعایت نمیکنن؟ غلط میکنن بگو نه اسم آدرس شما ببینم. تو که زورت به اون نمیرسه. تو چی کار داری که میرسه یا نمیرسه؟ رفقای عیون اشرفم میفرستم سراغ شکرشو پاره پاره کنم. دست بردار بابا تو. صد دفعه بهت گفتم اگه منو میخوای. میخوام بلا میخوام بلا میخوام. پس چرا دست دست میکنی؟ همه اومدن خواستگاری جز تو. من مهندس نیستم. چی نیستی؟ من چیزم من شوفر تاکسی هستم. تو به من دروغ گفتی. خاطر خواد بودم. خب راستشو میگفتی. نمیتونستم نمیخواستم تو رو از دست بدم. حالا که بدتر شد. حالا اگه میخوام دروغ بگم مثل صفت زربالا برمیگرده تو صورت خودم. شاید اگه روزای اول مشت خودتو واسم با میکردی آسون تر بود که برم سیه خودم. بعد از اون همه اومد و رفت و راز و نیاز آدم آس میگیره. بعدش قول میدم که واسه خوشبختی شب و روز کار کنم. من فقط میترسم دیر بشه. نه من همین فردا صبح میرم تهرون. میرم فامیلا و بردارم میرم اینجا. اگه که واسم دروغ بگی و لفتش بدی. به جون خودت نه. فقط یادت باشه وقتی اومدی خواستگاری همون مهندس باشی نه شوفر تاکسی. یا من قربونت کن. سلام علیکم. سلام پسر خالم کجاست؟ اونه هاش اونجا خوابیده. مرسی. ماشالله پسر به کارت برست. دید نزن خودیه. پسر خاله سلام پسر خاله. سلام اتفاقی افتاده؟ نه بچی میگم که داداشم رو راضی کن که محرم رو جواب کنی. بینچی ببینم تو هنوز دست از لجبازی بر نداشتی دختر. حرف لج و لجبازی نیست میدونی من پای کسی دیگه در میونه. ایوا نه من که غریبه نیستم عاطفه. بی شیله پیله هرچی تو دلته بیز بیرون پسر خاله ببینه. آره یعنی چی پای کسی در میونه؟ من اونو میخوام. اون چی؟ اونم آره. میدونستم دختر آقری هستی. خب حالا خاطر جمعی که اونم خیال داره تو رو بسونه. ای باری پسر رفته تهرون فامیلاشو واسه خواستگاری بیاره. اینا گلا پس خودت بریدی خودت هم دوختی پروب دومش هم رفتی. ای پدر سوخته. خب چی کار هست؟ مهندسه. اوه کی میره این همه را رو؟ به حجت میگی پسر خاله. خدا کنه روم و زمین نندازه. چشم و با
ابرو ناز 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 نازم نه وای که چکن نازم نه خوشگه خوشگه خوش آوازم من بچه ی شیرازم من دلم میخواست که هر روز وای وای میکردی ناز و ماچه مثل طلوی نوبر وای وای هر شب میکردی غاچه شب میکردین خودشم کسانی که پیش پیش همشونو جمع میکنن که مبادا از این اتفاقا بیفته. اگه واسه ما میگی الحمدلله آبجی ما که خاطر خواهیم ای تو کارش نی همین یکی هم واسه هفت پشت ما بسته. از کجا میدونی که نیست؟ ساده مثل موریونه ریز ریز روح منم نخور. حرف آخه چیه؟ قراره یه مهندس بیاد خواستگاری عاطفه. تو فار پاریده بشین پسار. از زیر سرش بلند شده. صادق و با دست خودت کفن کردی اگه بروش بیاری. پس میگی چه خاکی به سرم بریزم؟ حجت برو با خودت خلوت کن. اگه راضی شدی که دل آبجیتو بشکونی و آرزوهاشو خونه محرم چار کنی خود دانی و الا محرم سلام. این چه اینجاست؟ ببرمشون کنم آره زود باشه. چند وقتی که بد جلو به پرپای ما پیشیده ما هم که خودتون میدونیم از جون گذشته ایم. یه وقتی دید دار زندگیشو به هم بزنم. سعی کی باشی که با حاجت شب نگاه کنی برای تو چموش حاجت ها غیر از این که مدیر اینجاست اصلا کارخونه مال خودشه. برو خدا رو شکر کن که با خفت و خاری بیرون از نجمه ولی غیر ممکن بود که من رو حرف شرط بزنم. برو به کاره. اشکر خواه شنیدم والده با برنگ کسی رو پریز پره میکنی. با سلام. سلام از ماست محرم خان. بیا پوله؟ آره پول نمیخواستیم که بس صندوقت بس برده باز حقوق بدی. محرم خان جونم نمیدونم چجوری بگم من خیلی دلم میخواست که این وسقت سر بگیره اما آبجی ما پارتیمون کنفته. خدا زنده بذاره حجت خان اون راضیش میکنه. نه از قضا خیلی سعی کردم اما نشد دیگه. واسه شما هم که زن قطعی نیست آبجی ما نشد یکی دیگه. آخه پسر خوب ما همیشه به دوست و دشمن سرکوب میزدیم که اگه مرد حجته. درسته ما قول دادیم اما رضایت دخترم شرطه. اومدیم و به زور وادارش کردیم سر عقل بگه بله
آخه زنی که رضایت نداره با شما زندگی کنه به چه دردت میخوره؟ خیلی دخترها بودن که با نارضایتی رفتن خونه شوهر، اما بعد از مدتی عقیده شد. اما من تمام زندگیمو با آبجین نمیتونم دلشو بهش کنم. آجاد حرف آخرته؟ آره. اگه کار به جای باریک کشید گله و گله گذاری نباشه با محرم. دلم میخواد حرمتتو نیگر دارم، اما بچه مزلف که نیستم. تا حالا شنفتی کسی به من زور بگه با دم نزنم؟ محرم خان، ماشین شماره ایت خراب شده، هر کاری میکنیم درست نمیشه، چی میفرمایی؟ خفه شو. هزاری هم که بگی حجت خان گروکشی کرده داداش. واسی گروکشی کرده؟ معلومه، ترسیده که وقتی خرت از پل گذشت اونو فراموش کنی. با این کارش خواسته بفهمونه که یه دختر میدی یه دختر میگیری. خجالت بکش بی حیا. وا مگه حرف بدی زدم؟ خفه بشین بشین، من میرم. سلام علیک. سلام. بیتو کسی متوجه شد؟ مطمئن باش. سرای داره؟ اونم خواب بود. دستکش دستت کردی؟ اینو دستم باری کرده. اینم کلید. به کسی نگی منم کلید دارم. مهم و بچه؟ حال خوب، به امون خدا. خدا حافظیم. چیه داداش؟ چی خیال کردی؟ خیال کردی همینجور دست رو دست میذارم و تو رو تماشا میکنم؟ همین گوشه ها پارک و معلوم میام. چشم. خدا بزن. خدا بزن. بیا با اسخر شیطون پیاده شو. بذار یه خبر خوش واسه داداشم ببرم تا بیاد شکایتشو پس بگیره. بهش بگو از همین حالا بره و چند تا سوراخ‌سنبه نشون کنه که وقتی آزاد شدم جایی رو واسه قایم شدن داشته باشه. اوجا سلام. سلام چه داداش؟ نه نه، اینا خبر داشت. آره کفش کلا کرده بودم بیان اینجا که من نذاشتم. خوب کاری کردی، نذار پیرزن قصه بخوره. باشه باشه، اونش با من. برو تو دیگه، در بازه. خب آره ولی داداشی شد کارخونه دارایی به نامه خود نام زدم هم استاد دانشگاه خیاطیه، اما حرفشون هم عیون اشراف اونجا. آره اینا بازم رفتن خرید کردن. خب چه اشکالی؟ من نمیفهمم چرا اول نمیان خواستگاری؟ آخه دو تا بچه ناوارد که بیشتر نیستن، لابد خیال کردن اگه با دست پر بیان بهتره. بله حسابشون درسته، مگه من از اون دخترام که زیر لفظی نگرفته بله بگم؟ الهی قربونه تو دختر خوشگل و چیز فهم برم. یا 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 الله ایوا، مثل اینکه اومدن اینجا فوزدلیه بنا میگه یا بگی مادر، بگی چادر بزارت کن، زود باش. ای زود باش دیگه. رسی سلام. سلام یا الله بفرمید بفرمید خجالتمون نده، اول شما بفرمید بفرمید. برو تو دیگه، برو تو پسر جون، برو تو. زلیه چرا وایستادی؟ برو واسه دخترم و پسرم چشم شربت بیار بدو. ده یا الله باجده یا الله یا الله بیمشید. خب خوش آمدید. یالا قربون شما برادر. قربون شما. یالا بینی بو چی میاد؟ شمسیگا بس خرید اومدی. حاجمون شما بزرگتر ما هستیم. خب البته عموجون، انقدر از مزاحمت اینه که در حق من پدری کنین و خلاصه انشالله که مبارکه. والا علی آقا، مهریه دخترم دست کم باید 150,000 تومان باشه که پیش دختر خالش خجالت نکشه. نکشه شیر باهاشم یه خورده چپتر از معمولی باشه، آخه از دخترهای معمولی 2-3 سال بیشتر تو خونه مونده، خرج برداشته. انشالله واسه جلسه بعدی میرزا اسقرم خبر میکنیم که ببینیم شرط و شروط اون چیه. ببخشین متوجه نشدم. ببین چی میگم، گوش کن گوش کن. عقد پسرمو دخترمو رو تو آسمونا بستن. حاجمون
ببخشینا، منظور علی اینه که در حقش پدری کنی. بله میفهمم. بله که آقا اینجا که فایده نداره که. منظور چیه؟ ببینیم بابا، باید تشریف بیرین شیراز، اونجا پدری کنیم. شیراز؟ چرا شیراز همونتون؟ آخه دو دختری که من دیدم از عیون اشراف شیرازه. چی؟ بابا بله ببینم. ببینیم پس تو نایمدی خواستگاری زری؟ نه آخه کی گفته؟ غلط کردی نایمدی. به گوره پدرت خندیدی که نایمدی. پاشو گوره تو گم کن، از خونم برو بیرون. یالا دست اون آبجی نمک نشناستم بگی ببر. بس دیگه هرچی یتیم دادی کردم. برین گم شی. ای خدا، صد مرتبه گفتم این قربتی ها تو دیگه خمه جا گورستن. بسته برو خونه تا من یه سری به گاراش بزنم و بیام. من میدونم و محرم خورجت وسط وسیقه گذاشتم که آزاد بشی، نه اینکه با محرم سرشاخ بشی. تو کاری نداشته باش خورجت. صادق رو کفن کردی، اگه دیگه طرف محرم بری. صادق نوکرتم، مرگ آقاد بگو خوب باشه؟ خیلی خوب، تو برو. تا تو برسی خونه منم کارم انجام دادم و اومدم. تو برو اون طرف واسه کنم، برم تاکسیمو بیارم. تاکسی؟ مگه تو تاکسی هم داری؟ بابا بای محرم مجرد خودم نامحتر از تو ندیدم. برو واسه چی آزاد کردم؟ کسی بگش برای گفتونه به من زدیم نه کسی بگش. چرا واسم پاکوش تو خواهی؟ این باکمه نا کسه نالوتی کار خودتو خرابتر نکن آجا. تو نگه پولا رو چیکار کردی؟ دست از سرت بر نمیدونم. نیمه بابا اینجا بابا سر نگه من پولا رو دستتو نرز بردم. شهیده گاب صندوق منو داشتی؟ نه چرا داشتی؟ این دوزی کار خودته. من میام از جیبم بدرسم بذارم تو اون جیبا. آره نه تاکسی تو اصلا پرم تا دیگه پیش از جا آفیمو به دست خودت بعد بخ کنم ذاتتو نشونم داری. پولا رو چیکار کردی؟ یالا حرف بزن. من حرفی ندارم با تو بزنم. با این کار گور خودتو کندی. من وقتی گور خودمو میکنم که رسوات کنم، آبتیمو عروس کنم و به کوی چشم تو به سر صابونی برسونمش. تا چند وقتی که خبرش به گوشت میرسه و دق مرک میشی. بخم کنی برو کم شکنه. بلم کنی عجب آدم یعتنم. حالا تا میاد یکی رو بزنه نمیدارم. این دور وردشته چیزتون شده آقا؟ نه طوری که نشدی. نه اینجا با نسین برید سر کارتون. تا حالا خیال میکردم بری سر کارتون. آره نگه تا حالا خیال میکردم این خانواده زبون خوش سرشون میشه. حالا که یکی از یکی کولی ترن بلایی سرشون میارم که دیگه نتونم میونه مردم سر بلند کنم. خب اینم همونی که میخواستی خیلی تمیزه. خودم هم هر سال همینجه میام همون. قربونی تو داداش برو نسیم. ببینم راشه که بلد شدی برگردی خونه. آره خیلی خوب، من میرم پیش عاطفه. ما که دیگه دلمون نیست که این عاطفه جون تو ببینی. خیلی خوب شاید برگشتی خونه باشه ایشالله. قربون تو.
بخش این اسکیموز بی کربت دارین. افه سیگارم رو چه چه گوشتم سیگار خدمتون ها. آره سیگار خارجی نداری؟ باها نبا نداری برده بد میکشن ببینم این هنرستان که تعطیل میشه؟ نمیدونم پشت برو بپرسو می که تعطیل میشه؟ تو چرا نمیپرسی؟ من خواست صبرم زیاده بعد اونو صبرم سلام قربونت بچستم اله برگلا سواشم تا مهمون از عیون اشرف داشتن ولی نتونستم بیام خیلی هم معذرت خواستم ولی آبجیب اومده چی شما؟ چه روت پیش کردی؟ الان با میکنم کم دیگه روتو با کنم دختر احترام خانم بود دوره آخر زمانش بخواهم خیلی ترسیدم ترسیدی؟ پشو خیلی میخوامت خدا کنه منو نشناخته باشه خدا کنه دعا شد اینو رضایت بده الان آبجی ترس همون میاد آبجی ما من ندارم مرگ تو میرم چایی درست کنم نوکرت هم نوکرت چاییت هم خدا خب بگو ببینیم تعریف کنیم تعریف ها پیش توی کس تهرون اومدی؟ پیش من؟ رسی اون خواستگاره چی شد؟ بلش کن بابا چند روزه حال تهر ندارم سرش رو تا کوبیدی؟ اگه نکوبیدی یک گوشکو بردارم برم بکوبم بیان چه جورم اصلا اسمشو نیار که اوقم میگیری الان این تلویزیون رو واسه کوگش میکنم توسط پسرخاله تو گوشه داشم اینا خوندم که از تو عیب و ایرادی نگیرم هیچ که توش نیست علی قوریتون کجاست؟ علی بابا این قوریتون کجاست من پیداش نکردم علی با تو هم عجله کن خدای من خدای من Thank you.
عروس میشی. بره تو زمین تا پیداش نکنم و خونشو نریزم سر خاکت نمیام. کمرش بشکنه که کمرم رو شکن. کمرش بشکنه کسیف کردن. نه کشتمش. آخه نام سالمون، تو اگه از خدا نمیترسی من میترسم. تو داری به کلام خدا قسم میخوری، دروغ نگو. قرآن به جوانیم بزن اگه تو دروغ بگم. من آتفه را جون خودم به بیشتر دوست داشتم. اینا عجیب های یادن رفتم از تهرون آوردمش خواستگاری. من آتفه را بردم خونه که عجیب و بیبینه اینا هاش های یادن. اما اون نبوده. منتظرش نیجاستی که ناقافل یه چیزی بوکم خورد تو سرم. دنیا پیچ چشمم گیره و دار شد. کاش که گور میشدم و نمیدیدم. گور میشدم و ای خدا، اون نامردی رو که داغ عاطفه رو به دل ما گذاشت رسوا کن. پاشو قرآن و ماسک رو بذار شیره. حرفم دلت نشه. تو کلام خدا رو واسطه کردی من؟ یا صاحب قرآن. ببینم پس تو اگر ریگی بکنی ترس برم داشته بود. خون جلو چشای حجت خانه گرفته بود. خب میخواستی بری کلانتری خودتو معرفی کنی؟ چیم تو این شرق غریبه. نه که کسی رو میشناسه؟ نه را به جایی داره.
از شما دیگه پنهون یه وعدی هم پیش اومده که دیگه نمیخوام بفرستمش تهرون. اومدم بسپرمش دست شما. دست من؟ نه آخه من غیر شما که کتره ندارم صادقا. قبولش کن صادقا. من صادق نه شما دخالت نکن مادر. صادق امونت ما قبول میکن. امشبم پیش آب جید بمون تا یه خوده با خونه جدیدش بخ بشه. صبح اول وقت با هم میریم تحویلت میدم. بریم مادر. من شام نخوردم ننه. کوف بخوری به من چه؟ بابا من که من تلفن کردم خودش اومدن. آخه مگه تو دادگستری هستی؟ حرفاشونو که شنیدی؟ آره. خب عقیده شما چیه؟ اون خدا نشناس اگه میفهمید که جونی رو که خدا به بندش امونت داده بود نمیگرفت. علیه حال صبح علی طلوع میبرم تحویلش میدم. فقط خواهشی که از تو دارم اینه که یه چند وقتی خواهره رو ترا خوش کنی تا ببینیم چی پیش میاد. خب ای تو رو خدایی سر پیری من خودم یه نفر میخوام که ترا خوش کم کنه. کوفت؟ اوه ایک بری واسه من از این لغمه نگیر یا؟ خیلی خوب بابا خیلی خوب. نمیشه حرف زد. چیه؟ میگم که دست کم به من قول بده که به حجت و خالم از این جریان حرفی نزنی. ننه قولت قول باشه با. اوه جوجه امروزه من خودم به تو یاد دادم که شرف آدم قولشه. حالا دیگه قول خودم رو قبول نداری؟ ببخشی پس زر زیادی نزم برو بکم. اطاعت حیف که ننم این هیچ غلطی نمیتونی بکنی. الله اکبر. سبحان ربی الله اکبر. الحمدلله ماشاءالله الله اکبر ماشاءالله محمد اللهم صل على محمد. من وا میکنم خانم بنده خدا خوش باد. الله خوش باد. در میزنم الله خوش باد. در میزنم. آره شنفتم. تو برو تو اتاق. خب بذار ببینیم کیه. شما برو نماز تو بخون. من نمازم خوندم. آره چه وقت نماز زنگ میزنن. آره منم قضا خوندم. یالا تو برو تو اتاقت. شما برید وای نسی که برید دیگه. شما برو. خیلی خوب اومدم. با تو که جنبشو در بردی چرا لباس نپوشیدی؟ گفتم که من میام دنباله. بابا آخه لنگ زوره. صبر کن گوش کن آجا. گوش کن چیرم. تو برو خونه من الان میام پیشه. دیگه واسه چی برم خونه؟ میفتم بی وسیله میمونیم. پسر خوب آخه ما برای چی بریم تهرون؟ بابا ای والا بعد دیشب واسه هم قصه لیلی مجنون میگفتیم. سلام علیکم خاله. سلام. میگم که من دیشب تالا خیلی فکر کردم. فکر نداره که ما با تقاصش از اون نامت میگیریم. تو از کجا میدونی که کار علیه؟ آره ننه از کجا معلومه که کار این پسره باشه؟ یعنی این میگه که کار این علیه باشه. خیلی خب تو آره برو خونه خیلی حرف هست که باید باهات بزنم. هر حرفی داری همین چه بزن. اینجا نمیشه حجت جون. انگار تو امروی طور میشه تو بمیری هیچی نیست. بیا پسر بیا. اینقدر لچ بازی نکن. برو خونه تا من بیام. چون باز حتما بیام خونه و باهات حرف بزنم. فهمیدی؟ برو ببینم. آقا حجت ره دیگه لفتش نره. میبینی که هوا پسه. علی جون به خدا میسپرمت. یه ملاقات ما صادق خان. بله
بازگی ها منم مثل تو یاد گرفتم بزنم زیر قولا. من میخواستم همه چی رو واسات بگم. او چیزی نداری به من بگی؟ بشنا خوش احتاش سندامت. شما نیست که تشخیص بدین دروغه یا راست. صاحبجی من کشته چطور وظیفه من نیست؟ سامانه چرا صاحب؟ سلام صادق خان، تصدیت میگم. قربون شما حجات. با ما حرف نزن صادق خان، جلوی حجات رو بگیر. اول به احترام شما، بعدش هم چون میدونم داغ دیده است و اعصابش خرابه، این دفعه رو گذشت میکنم. امیدوارم دفعه آخرش باشه، دیگه تکرار نشی. بزرگواری میفرمایید. تو قصر در رفتی، اما من تقاضا آبجی ما از آبجیت میگیرم. آقایون بفرمایید. به خدا هر بلایی سر آبجی ما وردی سرش میارم، بعدش هم مثل سگ میکشمش و داغش رو به دلت میارم. بسته دیگه حجات. حالا برو زندون تا خبرش به گوشت برسه. اونو مواظب باش، مریضی. بله صادق خان، دستم به دومنت صادق خان. من آبجی ما گل بره الهی. خدا اون روزو نگره. آخه ببین چه بلایی سرت آورده. اشکالی نداره، میگه از دوست هرچه رسد نیکوست، اگر در ایوری باشم. از 16 سالگی به این طرف دیگه با هم دست پنجه نرم نکرده. خدا منو مرگ بده که باعث شدم میونه شما به هم بخوره. خودتو سرزنش نکن دختر، چادر تو سرت کن بریم. کجا؟ حجت بر میگرده، رو حرفش حساب کن. دیگه نمیتونم تو رو تنها بذارم. نوکر چه خدایی که مورد زد. اومدی یا؟ Thank you.
بهشتی ملاقاتی داری؟ چه بهشتی؟ علی، علی، علی چاخان هاشو بابا ملاقاتی داری؟ ملاقاتی دارم یالله بابا ملاقاتی داری؟ شاکرم، ملاقاتی دارم کوچیکم سرکان نگفتم تو مالا یه آزی گشتم از سستاد خان بهتر پیدا نمی کردم مبارکه، آبجی جون ایشانا به پای هم پیرشین ببینم، گفتین جمعه؟ نه بابا، شب جمعه همین شب جمعه؟ آره آخه هنوز که آتفه آه حالا یه عقد بی سر صدا میگیریم تا آبا از آسیا بیفته بی سر صدا و بابا سر صدا نداره بابا بی سر صدا خفه شد دیگه میگم بی سر صدا نداره ما هنوز داده داغ اون ناکامه به دل داریم بچه نشو علی مگه یادت نیست که حجت تو کلونتری چه خط نشونی واسات کشید؟ هنوز داده حرفشه؟ آره اون از حرفش نمیگذره راستش منم نمیتونم چلوشه بگیرم مگه این که دیگه آفاق آبجی تو نباشه نباشه چه نباشه؟ وقتی زن من بشه بله من به احترام شما اومدم اینجا حالا حرفم با شماست بعضی پیش اومده که نمیتونم صبر کنم شب همین جمعه میخوام یه دختری را عقد کنم اومدم از شما اجازه میگیرم اجازه میدی خاله مادر چی میگه؟ اون که میگه نه پس انتظار داری که من بگم آره؟ خانم بزرگ حالا میفهمم که هرچی حجت میگه راست میگه و اون صادقی که من میشناختم مرد خداحافظ خاله بی غیرتتر از تو خودتی صادق تو منو مجبور کردی من که هرچی گفتم علی قاتل عاطفه نیست تو اون کله پوکت فرون نرفت که نرفت هنوزم وضع عوض نشده ببین حجت تو چه بخوای چه نخوای من همین شب جمعه آفاق و عقدش میکنم که در نظر تو زن من باشه نه خواهر علی اون وقت ببینم غیرتت قبول میکنه که به زن من نظر بد داشته باشی تا شب جمعه که آفاق زن تو نیست نه خواهر علیه اما من حفظش میکنم خدا حجت خان مگه آدم تقاص برادر از خواهر میگیره بذار اونا با هم عروسی کنن تو هم خیلی ها هستن که میخوان آره میدونم که میخوان ولی اگه من پی بیغیرتی رو به تنم بمارم رحم نمیکنی اقلا من به خودت رحم کن تو هر کاری بکنی دیگه به خواهرت عمر دوباره نمیدن قاتلش هم که داره تو زندون تقاص پس میده نه اون ناورد وقتی تقاص پس میده که مثل من مجبور باشه واسه خواهر بدنامش عوض هجده عروسی هجده عذاب منده اومدم بابا اومدم بزنه بابا
بازم که مست کردی. بعد از اونی خواستم بیام کارخونه پیشت، یه کاریه که فقط از دست تو ساخته است. جلو حجت رو بگیر داداش، داره تیشه به ریشه خودش میزنه. حجت فقط از تو حرف شنوی داره داداش، نذار زندگی خودش و عزیزونش رو به هم بزنه. من اصلا فکر نمی کنم علی قاتل باشه. تو کاری به این کار نداشته باش. شاید هم صادق راست میگه، خدا میدونه اون نامردی که عاطفه رو تو چته داداش؟ بینا صادقه کجا فهمیده که علی قاتله؟ من چه میدونم؟ تو چرا اینجوری شدی؟ نه کنه تو ور پریده راجب اون روز حرفی بهش دادی. کدوم روز؟ شدی داداش، چطور دلت اومد اون بلا رو سرش کشتیانا؟ ترمه به خداوندی خدا، اگه لام تا کام حرف بزنی صحبت خواهر برادری رو ندیده میگیرم و تو رو میفرستم لا دست عاطفه. نه به کسی نمیگم، به خدا به هیچ کس نمیگم. خدا کنم و الا به دست خودم داغ تو به دل خودم میذارم. مگه دیوونه شدی من؟ ببنیش تو، باید عقدش کنی. عقدش کنم؟ عوض عقد میکشمشو داغشو به دل تو با اون داغش نامردی. آبروی منو که یه عمر با آبرو زندگی کردم، آبروی منو که جای برادرت بودم، بی غیرت. تا بوده آبروی تو آبروی من بوده، مگه آبروی من آبروی تو نیست؟ باز که تو اینجایی؟ عقدش کنم، منو از این بی آبروی نجات بده. عقدش کن که اقلن وقتی داداشش از زندون برمیگرده و امونتشو میخواد بهش بگم رفته خونه شوهر. باز که تو از خونه دخترم از وقت عروسی حرف زدی، چرا نمیری؟ خجالت بکش از خدا بیخواد. نه باشه صادق، عقدش میکنم. تو غلط میکنی. همین فردا صبر کن ببینم. همون خودت که بد خود سرت نمیشه و حرمت مرد زنده رو نگر نمیداری، واسه هفت پشت این فامیل دیگه واسه بچه من لغمه نگیر. بی غیرت، لا مذهب، کافر. نه حرف عقد و عروسی نیست، اون حق داره، من اونو بی آبرو کردم. میخوام عقدش کنم تا صادق بتونه سرشو بالا بگیره و به برادرش بگه فرستادمش خونه شوهر. میخوام عقدش کنم و همون جور که عروسی عاطفه رو عزا کرد، منم عروسی آبگیش رو عزا کنم. تو فجله مثل سک میکنم. حجت اما زنی حجت نمیشم. حجت ما رو اینجوری نبین آفا،
این چهار سبا مرگ عاطفه دیوونش کرده و لا اون میدونی اون پسر خوبیه. خوب به خوبی و بدی اون کاری ندارم. هر من هنوزم مهرتو به دلم دارم، ولی ولی چاره چیه؟ مگه دل من دروازه است که هر ساعت بروی یکی بازش کنم؟ من نمیتونم زن حجت بشم. من شما رو دوست دارم. گفته بودم که عقل نداری از خونه بیرون بیا. داداش حجت میخواد اون دختر بیگناه من رو تو رو سننه. سلام علیکم. سلام علیکم. ببخشید داداش جلوشو بگیر. نمیتونم. میفهمی؟ اگه بخوای میتونی. اصلا نمیخوام. صحبت سر اینه که اگه کار حجت پیش بره منم دیگه خیالم راحت میشه که مدعی ندارم. حالی جو مدعیت منم. تو به هم زدی و جلوی حجت رو گرفتی که هیچی، و الا به همه میگم که قاتل عاطفه توی. خیال نکنی از خونه میرم بیرون که تو هر غلطی دلت خواست بکنی. نه مثل اجار بالای سرت وای میسم تو حجت کارو تموم بکنم. صبر کن. گم شو. صبر کن داداش. تو رو خدا صبر کن. نه نه داداش در رو نبند. تو رو خدا صبر کن. بفرمایید بالا. چاش داداش در رو باز کن. تو رو خدا در رو باز کن داداش. یا با بسم الله الرحمن الرحیم. انشاءالله. بس دیگه گریه نکن.
خانه بذار. خدایا کمک سلام آقا. سلام دختر. سلام. بالاخره چی ماست زن شوهریم؟ همیشه که نمیتونیم موی دماغمو بشی. برو بیرون. خیلی خوب. نه حجت، تو قسم خوردی که خواهر قاتل عاطفه رو بکشی. مگه نه؟ اگه هنوزم سر حرفت هستی خون منو بریز، منو بکش. چی داری میگی؟ به خدا راست میگم، محرم قاتل عاطفه است، نه علی. ما زخرف نگو. اون کجاست؟ از وقتی حاضر نشدی عاطفه رو به محرم بدی، کینه تو به دل گرفت، آخرش هم زهر خودش رو ریخت. اون کجاست؟ درم آکو صادر، آکو درم بالا تو از خون برادرم. چیزی نداشتم واسه چشم روشنی بیارم. آکو فرو سال خان، خیلی خوش اومدی. قدم روی چش عجب این طرف. خیلی ممنون. شما که واسه تو عروسی باشین. بله، ولی اونجا بی شما صفا نداشت. اومدم که شما را ببرم. قربون شما، احتیاج به زحمت نیست. خیلی ممنونم. خواهش می‌کنم. بفرما. بفرما. شما بفرمایید. خواهش می‌کنم. به به به، چه جاییه. خوبه. خیلی خوش اومدی. قربونه تو. بفرما. میشه یه تلفن بزنم؟ اختیار داری بفرما. اینجاست. خیلی ممنون. من برم یه استکان بیارم تا یه پیکی بدم. خواهش. تلفن تو بزن اومدم. باشه. اینجا منزل محرم خانه. چه میدونم، همین محرم کارخونه دا. بله درست، خودشه، تای کوچه بنا. مگه عقل از سرت پریده مرد؟ کی کشته شده؟ چرا چرت و پرت میگی؟ چی شده؟ آخه واسه چی؟ واسه خاطر عاطفه، اون ناکامی که تو کشتی. Yes.
چیزی بگم انجام میدی؟ آره داداش بگو. من برسون سر